امروز پنجشنبه 30 میزان سال 1394 هجری خورشیدی برابر با 22 اکتبر 2015 میلادی است. من شبنم جمشیدی هستم. وضعیت امنیتی در ولسوالی‌های هرات نگران کننده است. شماری از آگاهان امور هشدار می‌دهند که اگر جلوی فعالیت‌های طالبان گرفته نشود، دامنه ناامنی‌ها گسترش خواهد یافت. در همین حال، اعضای شورای ولایتی هرات حمله گروهی طالبان بر شماری از ولسوالی‌ها به ویژه ولسوالی قوریان را ضعف ارگان‌های کشفی می‌خوانند. مقام های امنیتی هرات اما از تدابیر ویژه امنیتی در ولسوالی‌ها سخن می‌گویند. نصیر احمد صالحی در این زمینه گزارش می‌دهد. حمله گروهی طالبان به ولسوالی قوریان هرات، نگرانی‌ها از بدتر شدن وضعیت امنیتی در دیگر ولسوالی‌های این ولایت را به دنبال داشته است. با اینکه مقام های امنیتی میگویند روزها میشد که از حمله بر قوریان با خبر بودند، اما نیروهای امنیتی از این حمله نتوانستند جلوگیری کنند. شماری از اعضای شورای ولایتی هرات تاکید میورزند که ضعف اداره های کشفی باعث گسترش فعالیت های طالبان شده و ارگان های امنیتی اراده قوی برای سرکوب مخالفان مسلح دولت ندارند. ما متاسفیم از اینکه نیروهای کشفی و امنیتی ما خبر ندارن، استخبارات ما خبر نداره. چرا؟ یا اینه که واقعا در کارکرد خود اینا کوتاهیه، سهلنگاریه، سستیه، واقعا خبر ندارن که واقعا اینجا جای شرمندگیه. یا اینه که اگر خبر هست به مسئولین خبر میده، اونا اقدام نکردن. افزایش ناامنی ها در شماری از ولسوالی های هرات نگران کننده خوانده می شود. شماری از آگاهان امور هشدار می دهند که اگر جلو گسترش تحرکات طالبان گرفته نشود، ناامنی ها در هرات گسترش خواهد یافت. سقوط یک ولسوالی، آزادسازی محکومین و محبوسین یا متهمینی که در اونجا وجود داره، فرار نیروهای امنیتی و باز پس دوباره پسگیری از او چور و چپاول میشه، مطمئنن یک قسمت او از ادارات دولتی حریق میشه، مکاتب مطمئنن در اونجا بسته میشه، مامورین از اونجا فرار میکنن، اسناد و مدارک ممکن یک قسمت حریق بشه و یک قسمت به دست یا به تصرف مخالفین در بیاد. اینا همه نگران کننده هست. از سوی دیگر، مسئولان امنیتی در هرات وضعیت امنیتی در این ولایت را نگران کننده نمیخوانند و تاکید میورزند که حملات طالبان بر بسیاری از ولسوالی های آسیب پذیر این ولایت دفع شده است. سخنگوی پلیس هرات میگوید مخالفان مسلح دولت تلاش دارند تا شماری از ولسوالی های این ولایت را ناامن سازند، اما تاکید میکند که نیروهای امنیتی تدابیر ویژه امنیتی را برای سرکوب طالبان روی دست گرفتند. شک در این نیست که در تمام ولسوالی ها میخواهد دشمن حملاتی داشته باشه، ولی ما تدابیر پیشگیرانه داریم، آمادگی کامل داریم و همین اکنون عملیات های وسیع و تجسسی به خاطر شناسایی و ردیابی دشمن هم در قوریان و هم در ولسوالی گلران و هم در فرسی ادامه داره. پیش از این شماری از نماینده های مردم هرات در مجلس نمایندگان دلیل عمده گسترش فعالیت های طالبان در شماری از ولسوالی های این ولایت را کمبود نیروی پلیس عنوان کردند. در همین حال آگاهان امور هم هشدار می‌دهند که اگر امنیت در ولسوالی‌های آسیب پذیر هرات تامین نگردد، دامنه ناامنی‌ها در سراسر این ولایت گسترش خواهد یافت.